لاجوردین خضر خطه پرحاصلی قرار گرفته که نشانه است بارز از لطف خدا گرفت از کار و کوشش انسانانش. زنان گروهی در خواب پاره‌ای در مزار چای با تلاشی پیگیر و دقتی کم نظیر به کار می‌پردازند و مردان طعمه خویش را از کام خشمگین دریا می‌جویند و تعالی روی انسانی به هم می‌پیوندد. تلاشی سخت و توان‌فرسا آغاز می‌گردد تا آنها گامی به پیش بردارند و تور وسیعی را که در دل دریا گسترده شده حلقم می شود. تپش غرب ها تندتر می گردد، گام ها می لرزد، اما نهیب مباشر و بیم از بیکاری فردا آنها را وا می دارد تا آخرین رمق خویش را به کار برند. یک روز بیکاری در سرنوشتشان تأثیری سهمگین دارد. زندگی هر یک به موی بسته. آخرین لحظات تلاش فرا می‌رسد. تور به ساحل نزدیک شده. همه با دل‌هایی پر از بیم و امید به ثمره کوشش خویش چشم می‌دوزند. چون گاه چند صد هزار و گاه تنها چند ماهی به دام می‌افتد. به هر حال فرصت را نباید از دست داد. بایست آنها را گرد آورد و به بازارها عرضه کرد. گروه دیگر دل به دریا زنند و روزی خویش را در دل دریا جستجو به رکشاتش برخی پیاز می‌شوند و پاره نیز قربان خشم دریا می‌گردند. امروز خانواده‌ها نگران بازگشت عزیزان خویش‌اند. جمع میکنم تو دستت رو میگیره. خیلی دیر کرده، دل با پس بودیم، گفتم مکنه به باد توفان خورده بود. ای بابا این چه حرفیه میزنی؟ تا بوده همین بوده دیگه. همیشه که نمیشه ما ماهیا رو بگیریم، بالاخره یه دفعه اونا باید ما رو به تور بندازن و دخلمون رو بیارن. اوه تو هم که با این خاطرخواهی دیگه شورشو در آوردی. دست به توره. خب یه تونم واسه مایه توپل مپل بنداز زمان بسته قلفتی میفته تو تور. اونو تو تور انداختم راحته، همه میترسن این سگ ماهیه تورم پاره کنه. نه ترس، اون اگه جربزه داشت تا حالا دختره مال اون بود. آی آقا رجب اینا خیلی سنگینه، بدین من براتون بیارم. لابد باز میخوای حرف مریم رو بکشی پیش. آره آخه میگن تو میخوای دخترتو بدی به اون پسره. حرف خیلی میزنه، تو که میدونی حبیب مثل برادر منه. راجع به منم که شما نمیگین نه، ما هم همینجور علاف موندیم. تو که با حال روز ما واردی، با این وضع گرفتاری چطور میتونم دختر شوهر بدم؟ با کدوم پول آخه قربونت برم؟ اگه موضوع فقط همینه، من یه شجاعت از دختر تو نمیخوام. تو نخوای، مردم چی میگن؟ بله خب باش، حالا ببینیم چی پیش میاد. فعلا خدا خدا فعلا نیم پس جانم جا سلام علیکم مادر. سلام پسر جون. پس مریم و حبیب کجا؟ دارم میام. ببین رجب جون، هرچند خسته ای اما یه چیزیه که حبیبم از خودمونه، اونم بدونه بد نیست. بعد چی شده؟ والا راستش اینه که چند وقت مادر اکبر امون منو بریده. چه مرگشه؟ برا پسرش دیگه. امروز دیگه انقدر منو قسمم داده و التماس کرده که من بهش گفتم من که راضیم تا پدرش چی بگه. مثل اینکه اکبرم بعد جوونی نیست، زحمت کشه، نون دراره، سه تا قایق داره، بعضش هم از همه ای ما بهتره. حبیب جون تو چی میگی؟ نظر تو هم شرطه. من چی دارم بگم؟ والا من عقلم به این چیزا قد نمیده. خودتون صاحب اختیار. اینا رو ببر. نه پسر جون، تو هم از خودمونه. درست مادرت موقع مرگشته رو دست ما خود، اما زندگی ماها با هم عجین شد. یکی از مادرت به گردن همه ماها حق داشت. نمیدونی چه زن نازنینی بود. خدا بیامرزدش، تو زندگیش همش ناکومی کشید. بس دیگه مادر، زخمای خودمون کم زغزغ میکنه، تو هم هی روش نمک فلفل میپاچی. من حبیبو مثل پسر خودم دوست دارم. انشالله خودم دست بالا میکنم و یه دختر خوب براش میگیرم، عین پنجه آفتاب. بالاخره تکلیف اکبر و مادرش چی میشه؟ کی بهشون جواب بدم؟ کدوم پدریه که خوشبختی دخترشو نخواد؟ اما آخه خودت بود. با چی دخترم شوهر بدم؟ با جیب خالی یا با این تور تیکه پاره؟ تو غم و غصه جهازیه دخترتو نخور، مریم خودش پول داره. ای بابا، گرفتن پول از چنگیزخان کار حضرت فیله. باز اگه پدر خدا بیامرزش زنده بود یه چیز. خب بالاخره زیرش که نمیزنه. خدا بیامرز مادر مریم پولو به این شرط داده بود که هر وقت خواستی مریم و شوهر بدیم بریم بگیریم. خب تا قسمت چی باش، اگه تو راضی هستی منم حرفی ندارم. چه جور کار کردن؟ حیف نونی که تو میخوری. جون به جونتون کنم میخواین از زیر کار در رید. باید عین فیلبونه با چکش رو سرتون کوبید. چرا وایسادین؟ جون بکنین، یالا. وایسادین منو نگاه میکنی؟ برو کارتو بکن. یه ساعته که رجب منتظر. چی گفته بود تو اتاق راش بدین؟ نه قربان، زیر پله ها نشسته، نذاشتیم بره تو اتاق. سلام. آقا رجب باز چه دست گلی به آب دادی که اومدی سراغ؟ یه عرض خصوصی با خودتون داشت. با من؟ یه بالا. بیا تو. طرفا پیدا شده. تو که ماشاءالله وضعیت هم بد نیست. اما نخیال کنیم من میذارم با 4 تا سی قایق فکسنی بریم وسط دریا و ماهیا رو بتارونین. یا باید دست از لجبازی وردرن و بیاین مثل بچه آدم برای من کار بکنین، یا کاری میکنم به گدایی بیفتین. بیچارتون میکنم، پوست از کلتون میکنم، بلایی به سرتون میارم اون سرش ناپیدا، به آتشتون میکشم. سلامات بفرستین چنگیز خانم، با آتیش کشیده هستیم. وانگه من نیومدم اینجا خلق شما رو تنگ کنم، یه عرض کوچولویی داشتم. بگو ببینم چه مرگته؟ لابد خبر دارین، 2000 تومان پول مریم دخترم، یعنی خرج جهازش پیش پدرتون بوده. حالا اومدم عین میشه. نفهمیدم، بابای من به تو بدهکار بوده؟ نه 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 اینکه ایشون بدهکار باشن، اما ما 2000 تومان پیششون داشت. حرفای قشنگی میزنی. حالا دیگه از زمین به آسمون میباره؟ من تو خور شدی. اون پول تو رو می‌خواسته چیکار؟ یالا گورتو گم کن تا ندادم حالت رو جا بیارن. نه چنگیز خان، اون خدا بیامرز به این پول احتیاجی نداشت. ما خودمون پیشش گذاشته بودیم امانت. اینا پدرتون با خط خودش هم نوشته اینا. تاریخ تاریخ 12/4/33 مبلغ 20,000 رجب قلم گودهی امانت گذاشته مریم بیشم. چند وقتی که این پول به پدرم دادی؟ 10 سال پیش وقتی مادر مریم عمرشو داد به شما. خب تو این 10 ساله چطور نیومدی پولتو پس بگیری؟ آخه این پول ارثیه زنم بود، اونم وقتی از دار دنیا رفت این پولو گذاشت برای عروسی دخترش. فهمیدم، پس میخوای دخترتو شوهر بدی؟ با اجازه شما. بله. اسمش چیه؟ مریم. نه ها یادم اومد، همون دختر خوشگله که گاهی وقتا میبینمش. دختر خوبیه، خدا بهت ببخش. خدا عمرتون بده. خیلی خوب، تو دفترهای بابام نگاه میکنم و بهت خبر میدم. فردا بیام خدمتتون؟ آره همین فردا بی، پولتو بگیر. خدا عوضتون بده، چه جوان خوبی. پدر خدا بیامرزتونم مرد خوبی بود. اون روزی که این پولو بهش دادم خیلی خوشحال شد، گفت کاشکی همه مثل تو بود. با امید خدا فردا بیام پیشتون پول ازتون بگیرم. مانعی نداره. خدا عمرتون بده. خدا فردا. چطور اصلا خود مریم بتونست پولشو بیاد بگیره؟ مگه نه اینکه پول مال مریمه؟ من گفتم اگه خودش بیاد بگیره بهتره. خب ببینم به کی میخوای بدیش؟ اگه قسمت باشه میخوام بدمش به اکبر پسر ابراهیم. اکبر پسر ابراهیم خودمه. خدا مبارک باشه. مبارک باشه. خوش اومدی. فردا بیا بگیر. فردا یادت نره، حتما بیا بگیر. ای آسمون بی ستاره با دل من خود مدارا به آمدم دیگر دوباره کاشیون عشق ما را من ز دست دل شکایم نتوانم پیش یارم غم دل کنم حکایم ای آسمون بی ستاره با دل من مدادا به هم ازم دگر دوباره آشیونه عشق ما را. صبحت بخیر. توی مریم؟ صبحت بخیر. مادر میگه چرا نمیای ناشتایی تو بخوری؟ دیر نمیشه. ببینم بابات خونه است؟ نه، صبح زود رفت بازار تناب بخری. آره، فردا واسه چند روز تو هم با بابا میری؟ خب معلومه دیگه، این که تازگی نداره. حالا بیا بریم چایی تو بخور، مادر منتظره. باش، در کارت دارم. با من؟ چی کارم داری؟ ببین، میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم تو خوشحالی از این که زن اکبر میشی؟ آخه میدونی خب پدرم اینطور میخواد. تو چرا هیچی نگفتی؟ میدونم اونا اینطوری میخوان. کاشکی من تو خونتون بزرگ نشده بودم. کاشکی ما با هم دیگه غریبه بودیم. غریبه مثل اکبر و تو. آخه گناه من چیه؟ من که نمیتونم جلو اونا حرفی بزنم. آخه ببین، من از 5 سالگی تو خونتون بزرگ شدم. پدر تو مثل پدر خودم بوده. مادر بزرگت واسم مادری کرده. چطور میتونستم تو رو بابات وایسم؟ نه، نمیتونستم. میفهمی؟ نمیتونستم. آخه چرا؟ اگه بچه شدی بلند شد. یه وقت مردم میبینن هزار جور حرف برامون درست میکنن. قسمت ما این بوده. بلند شد، گریه نکن. حبیب چته؟ امروز برای روزای دیگه ای مگه حالت خوش نیست؟ ها؟ نه حالم خوبه، هیچیم نیست. آره حبیب، قرار نبود تو ناراحتی تو از من پنهون کنی. هرچی باشه من جای برادر بزرگ تو. همش همینا رو میگه. آره بابا، تو برادر بزرگ منی، تو جای پدر منی، تو همه کس منی دیگه. بسته، مگه کسی زیرش زده؟ تو امروز اصلا خلق خوش نیست. اصلا گور پدر کار. برگردیم خونه خورده به خوابال جا میاد. نه من خیلی خوب و سر حالم، تو ناراحت نشو. راستی بگو ببینم، امروز رفتی پیش چنگیز خان؟ آره رفتم، اما هی امروز فردا میکنم منو سر میکنه. من از روز اول گفتم بی خود سندتو دست اون دادی. مگه تو اون نمیشناسی که چه جونوریه؟ خدا قوت. رجب بعد چطوره؟ هیچی، مثل اینکه ماهی‌ها جن شدن. اما بسم الله همش اما فرار میکنن. آقا به انشالله به مبارکی شیرینی عروسی دخترت کی میخوریم؟ اگه قسمت باشه همین روزا خبرتون میکنم. داماد رو نگاه، کپکش داره خروس میخونه. بیا بینیم. بابا این چه شوخی هایی بگید دستانه بگید دارم موقع سنان آرازی گل کرده. اگه باز دیگه چی میخوای رجب؟ میخوام چنگیز خانو ببینم. ارباب گفته هیچ کی را ندید. خودش گفته بیام. به ما هم خودش گفته راد ندید. برو کنار ببینم چه غلطی. نفهمیدم. بخواه بابا چرا میزنه؟ کارش دارم. آه بیخواد کارش داری. وقتی که به گورت گم کن. گم کن دیگه. برو برو کنه بده بد کارش دارم واقعی چرا؟ خیلی رو زیاد شده گوره که گم میکنی یا نه؟ برو شد حبیب کجاست؟ حالش خوب نبود گفت میرم بخوابم. از اکبرینا چه خبر؟ والا چی بگم؟ پیش پات مادر اکبر اینجا بود. گله میکرد که شما قول دادین 2 روزه ما رو خبر کنین. حالا 1 هفته است که گذشته. درست میگن پاک آبروم رفت. چنگیز خانم که پول نمیده. منم با دست خالی که نمیتونم دخترمو شوهر بدم. لکی اونم ناراحت گریه نداری دخترم خدا کریمه بالاخره یه طوری راست و ریخ میشه از خدا میخوام که 100 سال دیگه درست باشه ازا این چه حرفیه میزنی دختر آخه واسه چی واسه اینکه من اصلا اکبرو نمیخوام بابا چه حرفا خفه خون بگی دختر اگه بابات بفهمه میخوشد قول یه داده دیگه تموم شد آخه خدا پشت و پناهتون باشه انشالله که زود برمیگردی زود برگردم یا دیر برگردم چه فایده ای داره خداحافظ خدا دامنت پر به ماهیه دور قرطونه جون دریا واسه یه مرد ماهی گیر قیمت جونه نور دریا دریا بخواه سوی بستره این شب دیر توفان نکن چون گیر سوی دختر دریا قایقا رو پریشان نکن از این دریا مام زرون. من برم از همسایه ها بپرسم خبر داشته باشم. همه بچه ها پرت و پلا میشن بی حرف پیش انشالله سر کلاشون پیدا میشه. سلام ارباب. نمیتونستی یه دقیقه صبر کنی؟ دریا خیلی طوفانیه قربان. از ماهیگیرا چه خبر؟ والا چند نفرشون برگشتن اما مثل اینکه از رجب اینا خبری نیست. چطور خبری؟ تو از کجا میدونی؟ آخه دخترش مریم اومده بود کنار دریا. دلواپس باباش بود. خیلی خوب. برو. دیگه باهات کاری ندارم. چشم قربان. منتظر بابا مینا بودم. رفتن دریا هنوز برنگشتن. خوبه. مگه منتظرشون نمیمونی؟ خب منم همینجا پیشتون میمونم که تنها نباشی. با هم گل میگیم و گل میشنویم تا بابا. نه باید برم خونه. بفرمایید خانم بفرمایید. باید مادر، مگه برای بابا سینا اتفاقی افتاده؟ نه مادر، نه من بدبخت شدم. من که سر در نمیارم. واضح‌تر بگو ببینم چه خاکی به سرم شده. دامنم خیس شده بود. رفته بودم تو اون کلبه کنار ساحل. میخواستم منتظر بابا مینا بشم. یه دفعه دیدم در وا شدم. یکی باید از سیری بتره که یکی باید مثل مجونشو کف دستش بذاره بره تو دل دریا، آخرش هم دست خالی برگرده. ای بابا خدا کریمه، در همیشه روی پاشنه نمیچرخه. بالاخره فردا برو هر طور شده پول تو از چنگیزخان بگیر. آره راست میگی، فردا باز برم اون تکلیفمو باهاش یه سره بکنم. منم باهات میام. نه تو جوونی، خونه زود به جوش کن. من که دیگه طاقت ندارم. همین امشب به بابام میگم هرچی بخواشش. باید هیچ احدی به فهم این بلا سرت اومده، حتی بابا. ای بابا روزگار رو چه دیدی؟ شاید هم یه روز بابات ماش یه چیزی بخور بعد برو بخواب. نه من اصلا حال چیز خوردن ندارم. کجا؟ رفت بخواب. چی شده مادرم؟ هیچی نشد. گفتم بگو چی شده؟ چرا مریم گریه میکرد؟ بی خود اینقدر هوار نزن، طوری نشده. مریم دلواپس شماها بود، گریه میکرد. بیا چایی داغ بخور تا حالت جا بیاد. باید آشنا شدم، کس مبادا به ناامیدی من که من از آرزو جدا شدم. پرخون ز من از بهانه تو، جان در آتش غم، دل دیوانه تو. به تو گر نکنم تو بگو چه کنم، چه کنم بی تو گر گریه سر نکنم تو بگو، تو بگو. چه شد؟ ترسیدی؟ آره. چرا گریه میکنی؟ با دختری که همین روز عروسیشه که گریه نمیکنه. دنیا همینه، کار که از کار گذشت دیگه غصه خوردن فایده ای نداره. پس تو هم میدونی من بدبخت شدم؟ گذشته ی آدم مثل این آب میمونه، وقتی که رفت دیگه بر نمیگرده. من با خودم شرط کردم که همه اون چیزایی که منو به یاد تو میندازه فراموش کنم. پس تو نمیدونی که من بدبخت شدم؟ نمیدونی چه بلایی سرم اومده؟ مگه دیوونه شدی؟ بدبخت شدم کدومه؟ دختر که تا آخر عمرش تو خونه باباش نمیمونه، بالاخره یه روز باید بره خونه شوهر. گریه با قسمت نمیشه جنگید مریم. من دلم میخواست میتونستم به خاطر تو جونم بدم. مریم تو امید منی، تو خواب و بیداری منی، تا زندم دوست دارم. سلام مادر. سلام. چی شد؟ رفتی پیچنگی؟ نه اصلی میخوام برم اونجا. حبیب کجاست؟ نمیدونم، صبح تا حالا نیومده. سلام. کجا رفته بودی؟ هیچ جا. خب ببینم چیکار کردی؟ پولو گرفتی؟ نه، میخوام طرف های اصلی برم اونجا. واسه آخرین دفعه میخوام تکلیفمو با شیستره بکنم. پس با هم میریم. تو نمیخواد بیای اونجا؟ نه، صلاحمون اینه که با هم باشی. الان ده کردم پس که پیدا شد دیگه با کی کار داری؟ باز سر کله این بابا پیدا شد. آی کسی کجا؟ باستیم بینم باستیم. مگه اینجا کارم سره؟ نه خیلی طبیلم طرف خون بگیرید اگر نه بس ببینید. چی شده؟ برای چی اومدین اینجا؟ تو که بهتر میدونی برای چی اومدیم. اومدیم پولمونو بگیریم. آها ها فهمیدم. خب این که چیزی نیست. چشم گم شد. ای به این بی‌سر و پاها که زود خون جلو چشمشون رو میگیره. وقتی هم که موضوع پول باشه دیگه هیچی نمیفهمن. واسه همینم هست که بچه مشغول باشین چیزی نیست. این یارو ماهیگیر ماست. دخترش میخواد شوهر بده، دست و بالش بسته است. یه خود پول میخواد. بهش کمک کنین ثواب بده. اینم مال خودم. تو؟ اینم مال تو؟ متشکرم. تو هم باید کمک کنیم. مرسی عزیزم. بهش شما؟ بفهم. مرسی خانم. انشالله مبارکه. سلام خوش خودش. مبارکه. متشکرم. عروسیش یک دیگه میکنه پولشو ما باسته. بده بابا راه دوری نمیره. شب عروسی تلفشو در میاره. بگیر غالتو بکن. اگه کمت بود بازم بهت میدم. برو بریم. ناراحت نباش جونی. اینا قابل نیستن که تو خودتو عصبانی کنی. این همه بهشون کمک کردی. چی میگم بچه ها؟ فوراً را بیفتین. هر جا که رجب و حبیب رو دیدین دخلشون رو بیارین. خوب حواستون رو جمع کنین. برین همه بچه ها رو خبر کنین. به تمام اونم بگین بیان. یلا فهمیدی؟ دلم میخواد دخل هر دوشون رو بیارین. اما اینا دارن کار میکنن. نمیشه بگیرن. به من جواب نده. کار نمیخوام. پولشون رو بگیرن. عوض این کار برن سراغ اونا. همینجا گفتم. اونا چی؟ اونا همین الان کار شروع کردن. بگو بیان همه اونا باید بیان. آخه تونا پر ماهی حیف بلش. میگم بگو بل کنن بیان. این کار باید. خیلی خوب بل کنید. بیاد بیرون روانه بخواد کار کنید. ارباب دستور دادن کسی کار نکنه. عشق من با من چرا سر جدایی داره؟ خون دشت دلم لاله بیکاره. مگر خدا کنه دردم و چاره. خوشای اونا که سهر با بیقراری میرن به خونه یار به خواستگاری. دل به دریا میزنن یارو میبینن. گل میگن از لب یار صد گل میچینن. خسته کردی دل من، عشق پنون شده را که او ندارد و نمی کند دگر هوای عشق مرا. خوشایونا که سهر با بیقراری میرن به خونه یاد به خواستگاری، دل به دریا میزنن یارو میبینن، گل میگن از لب یار صد گل میچینن. چه کردی ای دل من، عشق پنون شده را که او ندارد و نمی کند دگر هوای عشق مرا. چه کردی ای دل من، عشق پنون شده را که او ندارد و نمی کند دگر هوای عشق مرا. کلم داره دود میکشه، نمیدونم بهش بر اینا چطوری جواب بدم. فکرشو نکن، درست میشه. اوه نگاه کن، قایقای چنگیزخان دارن میان این بر. آره فکرشو نکن. من که بهت گفتم این چنگیزخان مثل شطور بدفیله است، اینا رو فرستاده بیان تصفیه حساب. امروز نتونستیم ماهی بگیریم، بلکه اینا رو بندازیم تو. بچه ها جمع شید. دستور نباید این طرف ها ماهی بگیرین، یالا تونتون جمع کنین ناینجه برین. یواش بپا چپه نکنی غرق میشی. همینی که گفتم. آقا می فرمان بریم تو خشکی ماهی بگیریم. آخه مرد ناحسابی اینم حرفتو میزنی. آخه نه اینکه چنگیزخان خودش تو خشکی دور میندازه، خیال میکنه ما هم این کاره این. برز بیا طرف دهنتون نزنیم، برین یه جهنم داره دیگه. بیا با هم بریم. بگو دار دستت برگردن، مگر نه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. زنجا چه غلطای زیادی. الان بهت نشون میدم. همچین فرصتی میگشتم. کجا؟ این خوشمه ترک بابا رو ازش بر اینا عذرخواهی کن، از قول من بهشون بگو دیگه دست پا نکنن. من دخترم شوهر نمیدم. واه خدا مرگم بده، مگه میشه رجب با این کار تو پاک آبرومون میره. کدوم آبرو رو میگی؟ وقتی اینو ندارم هیچی ندارم. چه حرفا میزنی؟ خدا خودش بزرگه، هیچ وقت همه درا رو به روی بنده هاش نمیبنده. میخوای بری خونه اکبرینا؟ نه مادر، میرم یه گشتی میزنم. سردر نمیارم. چی رو سردر نمیاری؟ چنگیز خان پول رجب و بالا کشیدی یه آبم رو. اما خودمونیم، دعوای دیروزی خیلی مشتی بوده. تو بالش جا آوردیم. این جونوری که من میشناسم از اون گرگای بارون دیده است. امروز دیدم با ژاندارما داشت میرفت تو پاسگاه. بذار بره بی خیالش، بالاتر از سیایی که رنگی نیست. آرام نده بعد اینجوریه. سالا دعوت دیروز بود. قبلمان یه ترکوا بیادید. من آره بچه‌هاش. باوکم ماشاءالله. ان شاء الله که سلامت باشی. روزگار میگم کبلو یادت میاد چند دفعه میخواستی این قایق منو ازم بخری؟ الانم میخرمش ماشاءالله، لطقه جاداریه. خب چه؟ ای بابا معامله ساده ایه، ما چه نمیخوایم سر همو کلا بذاریم. راضیت میکنم، خدا عمرت بگیر و بگو خدا برکت. یک و دو و سه و چهار و پنج و پول از چی قرض کردی؟ خدا رسونده دیگه. پاشو برو سورسات عقد و جور کن، تا عروسی هم خدا کریمه بالاخره یه کاری. آره مادر جون، حالا که دیگه پول رسیده خب برو قند و چایی یا شیرنی بخر، دیگه وقت نداری. الهی ننه خیر از عمرت بدی. امری بود. اوه اکبر آقا، جناب شادوما. آره بیا جلو، باها کار داشتم. تو برو. چرا وایسادی؟ بشین. چشم. خب به سلامتی. امروز عقد کنون تو و مریمه ها؟ با اجازه شما. بله دیگه. راستی تو خوب کس و کار این دختره رو میشناسی یا همینطوری میخوای باش عروسی کنی؟ چطور ممکنه نشناسمش؟ همه میدونن دختر خیلی نجیبیه. ای بابا، بعضی از دخترای این دوره حکایت ها دارن. چی؟ مگه در نجابت دختر رجب شک داری؟ آبو نه 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 میخواستم بگم لابد اونا بهت گفتن که پول جهاز دخترشون پیش منه. بله اینطور میگن. میدونستم این دروغا رو واسه تو هم گله هم میکنن. چه پولی چه امانتی. رجب اومده بود واسه جهاز دخترش از من یه مقداری قرض بگیره. منم به خاطر تو میخواستم یه 200 تومانی بهش بدم و دیگه ازش نگیرم. حالا این حرفا از توش در اومده و به تو هم کلک زدن. خب چنگیز خان، شما به بزرگی خودتون ببخشینشون، بذارین عروسی رو به خیر و خوشی برگزار بشه. آخه لا اله الا الله، آدم از حق بازی این علجش میگیره، به خصوص که میخوان سر تو هم کلا بذارن. ای بابا، 2-3 هزار تومن جهاز که این حرفا رو نداره. من اصلا احتیاجی به جهاز این دختره ندارم. میدونی چیه؟ هرچی باشه بابا چندین سال پاکار ما بوده، تو خودت هم نون نمک ما رو خوردی. جوانی هستی برای ماهیگیرای دیگه، واسه همینه که بهت علاقه دارم. ما هم همیشه کوچیک شما بودیم قربان. اینی که میخوام بگم موضوع پول و این حرفا نیست. چی؟ چطور؟ بس موضوع چیه؟ راستش به عقیده من اگه این دختره رو ولش کنی کلا سرت نمیره. ای بابا چنگیز خان، دیگه کار از این کارا گذشته. امروز اخکنون مازادم که نمیتونه زیر قولش بزنه. اجازه بدین برم یه خود به کارام برسم قربونش. کجا داری میری؟ صبر کن. پس بذار بهت بگم تا بدونی که به صلاحیت این دختره رو نگیری. یه جلو جونم راست میگی؟ جون عزیزت باور کن اگه یه ذره‌اش دروغ بگم. پس برم ببینم چه خاکی میتونم به سرم بریزم. اینطور که رسواییه. خونه خراب شدم، بدبخت شدم، بیچاره شدم. چیکار کنم؟ تا بهت بگم اچیشین چنگیز خان. حالا ببین دنیای آدم باید بدوزه. آدم به توقع چشمشم نمیتونه اتونه کنه. آکی داری حرف میزنی؟ من خبر نداری؟ نقا بله وانسا میدونی چی شده؟ نه چی؟ بیا خبر داری چی شده؟ میگن مریم میگی؟ ای بای خدا نصیب نکنه. آدم با این چشای کوچولو چه چیزای بزرگ بزرگی میبینه. یه پسر لنده بود خونه نگردشن همین آقابتبارم داره. سکن سلطان، سکن سلطان، سکن سلطان. آره میدونم. کلک میزنیم بساتی را بندازم اون سرش ناپیدا. خیالتون رسیده ها؟ آی کجا گورتون رو رام کردی؟ چی شده اکبر؟ این ناتوهای کلک زن سر دخترتون چه بلایی آورده بود اینو صداشو در نمی آوردین ها؟ چی اکبر صبر کن ممکنه بهت یه چیزای دروغی گفت. چنگیز خان دروغ نمیگه. باور کن مریم بیگناه. میخواستی مال خرابتون رو بریش من بند کنی؟ اینم انگشترتون بیا برش حقه باقی منو رو تو خیال میکردم به آدم های حسابی درم نمیدونستم با این قیافه های عطر جانبشون چه آشی برم خیالتون مریم کجاست؟ مریم بیگناه. میگم مریم کجاست؟ میخوای چیکار کنی؟ وایسا برو کنار. گفتم برو کنار باید از زبون این دختره بیرون بکشم. رجب من شیرم و حلالت نمی کنم اگه چیزی بگی. رجب به من رحم کن. ببین مادرت داره بهت التماس میکنی هرچی باشه من با شیره جونم تو رو بزرگ کردم به اون کاری نداشته باش. من همه رو واسط میگم. مریم نیست. مریم دختر نیست. مریم هیچ وقت پاک نبوده. خودشو داده. مریم پاک نیست. خودشو داده. مریم دختر نیست. نه نه خودشو پاک نبوده. مریم دختر نیست. مریم پاک نیست. اون پاک نیست. مریم دختر نیست. مریم دختر نیست. مریم پاک نیست. خودشو داده. هیچ وقت پاک نبوده. مریم پاک نیست. مریم کجاست؟ مریم کجا رفته؟ ای دخترم دیدی چه خاکی به سرم شد. آی رجب بدادم بره. شما مریم رو ندیدی؟ چرانش میرم اون طرف. مریم رو میخوام باش عروسی کنم. چرا جواب نمیدی؟ من دختر تو واس خودم خواستگاری میکنم. من دخترمو به تو نمیدم. مگه من چه نقصی دارم؟ چرا دختر تو به هم نمیدی؟ تو نقصی نداری، نقص از دخترم. اینو خودم هم میدونم، ولی میخوامش، دوستش دارم. دعای خیر کن. دیگه بسه، گریه نکن. قسمت ما این بود که ما دو تا مال هم دیگه باشیم. این چه کاری بود می‌خواستی بکنی مریم؟ فکر نکردی من بی تو چطور میتونستم زندگی کنم؟ وای خدا مرجم بده. رجب کجا؟ دستم میدومنه، خودتو بهش بده. آخه کجا رفته؟ مثل این که رفت سراغ چنگیز خان. روزگار چه دیدی؟ هیچ کاری بی مکافات نمیمونه. رجبو ندیدی؟ داشت میداری طرف مردار. دوستاشتی ارزه تولمن تنمو بنداز دیگه. انداختم بهشون نرسید، از این جلوترم که نمیشه بریم. که کمک کنید کمک کنید اگه میزن اینم کنید اینم کنید میکشم خیالشم الان خدمتت میرسم. حسین کمک کن، یکی رو بیاین کمک. حسین کمک کنید. زندگیمو خراب کردی. بگیر عبا کمک کنید. نه خیلی خودم باید برم کمک کنم. حسین کجا احمق دیوونه من که عقلت کم شده؟ اینا رفتن باسلاق دوره براشون هم پر از شاخهای گوده، خودشون هم محال بیرون. درست پس بچت حوشه کمک کن، کمک کن میگم. حوشه کمک کنید، علم کنید، بذارید برم جلو حساب این نامردو برسم. علم کنید پیزه من بیجان برم کنید. اینجا فقط منم و تو، کسی دیگه به دارتیم. کمک کنید، کمک. بلم کنید، برا کنار، برا کنار، برا کنار، بلم کنید، برا کنار، برا عبدال رجب اگه خدا به من برس Thank you.